برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. در آستانه ولادت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، صحن و رواهای حرم مطهر امامین عسکریین علیهم السلام در سامرا سبز پوش شد. تولیت آستان مقدس سامرا همچنین از قباروبی حرمین شریفین خبر داد و اظهار داشت تمامی رواق‌ها و صحن‌های حرم مزین به پارچه‌ها و بنرهای سبز رنگ با عبارت تبریک به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام شده است. گفتنی است تولیت این آستان مقدس همچنین از آمادگی لازم برای پذیرایی از زائران در این مناسبت بزرگ خبر داد. جمعی از خیرین و مبلغان با همکاری حسینیه سید الشهدا علیه السلام در بیروت پایتخت لبنان کمپینی را با عنوان نیازمندی های کیف یک دانش آموز راه اندازی کردند. گفتنی است هدف از این کمپین تأمین نیازهای اولیه مدارس برای دانش آموزان خانواده های نیازمند به منظور افزایش فرصت های تحصیلی برای آنها با توجه به شرایط سخت اقتصادی لبنان است. برگزار کنندگان این کمپین تایید کردند این اقدام در پاسخ به توصیه و رهنمودهای آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی مبنی بر اهمیت حمایت و مراقبت از خانواده‌های مؤمن و نیازمند با توجه به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که لبنان را درگیر کرده می‌باشد. یمن به عنوان یکی از اولین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که به صورت رسمی سرویس اینترنت ماهواره استارلینک را دریافت کرده است. در همین رابطه استارلینک اعلام کرده که پشتیبانی رسمی از اینترنت ماهواره‌ای در یمن فراهم شده است. گفتنی است استارلینک با همکاری دولت این کشور و با هدف بهبود اتصال کاربران یمنی به اینترنت منظومه اینترنت ماهواره‌ای خودش را در این منطقه فعال کرده است. رئیس کمیته عدالت پارلمان سوئد و نماینده حزب راستگرای افراطی دموکراتیک های سوئد به دلیل انتشار تصاویر توهین‌آمیز به مسلمانان مورد پیگرد قضایی قرار گرفت. تلویزیون سوئد اعلام کرد ریچارد یومشوف رئیس کمیته عدالت پارلمان سوئد و نماینده حزب راستگرای افراطی دموکرات‌های سوئد پس از انتشار تصاویر تمسخرآمیز درباره مسلمانان در اینترنت مورد پیگرد قضایی قرار گرفت و از او به اتهام نفرت پراکنی تحقیق خواهد شد. در پی پاسخگویی نیروهای پشتیبانی سریع به حمله ارتش در ایالت سنار در جنوب شرق سودان، سازمان بهداشت جهانی سطح ویرانی، مرگ، آوارگی و بیماری در سودان را غم‌انگیز توصیف کرد. تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در مورد وضعیت انسانی با اشاره به اینکه کمک کافی برای درمان مردم در سودان وجود ندارد تایید کرد که سطح ویرانی، مرگ، آوارگی و بیماری در سودان غم‌انگیز است. نتایج یک مطالعه در آمریکا نشان داده است که آسیب‌های وارده در دوران خردسالی به طور مشخص می‌تواند به خطر ابتلا به شماری از بیماری‌ها تأثیر عمده بگذارد. پژوهشگران در دانشگاه کالیفرنیا می‌گویند تجزیه و تحلیل داده‌های سلامت بیش از 2100 شرکت کننده نشان داده است که نه تنها عوامل استرس‌زا در دوران کودکی می‌توانند تأثیرات خاصی بر سلامتی داشته باشند، بلکه این تأثیرات به طور سیستماتیک برای مردان و زنان نیز متفاوت هستند.
یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی دانشگاه کرنل آزمایش خونی جدید را ابداع کردند که برای تشخیص بیماری‌های التهابی کودکان استفاده می‌شود و می‌تواند جان آنها را نجات دهد. شایان ذکر است بیماری‌های التهابی یک تهدید خاص برای کودکان هستند، زیرا علائمی مانند تب و بسورات پوستی که از علائم عمومی بیماری‌ها هستند را نشان می‌دهند و اغلب به اشتباه تشخیص داده می‌شوند.